به نام خدا. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم در هر جای دنیا که هستین حال و احوال شما خوب باشه، سالم و صحتمند و با انرژی باشین. خوش آمدین به برنامه ورزش و تندرستی. در این برنامه قراره که رشته تکواندو سنتی ITTIF ولایت هرات به معرفی گرفته شه و گفتگوی داشته باشیم با قهرمانان این رشته پرطرفدار در حوزه غرب افغانستان و مخصوصا ولایت هرات. اینکه چه دستاوردهایی داشتن و چه قهرمانی هایی در این رشته کسب شده و چه مدال ها و چه افتخاراتی برای شهر و کشور ما ثبت گردیده، انشاءالله در طی این برنامه و در دقایق محدودی که در دسترس داریم امیدوارم بتونیم برنامه خوب و جذاب و دیدنی تقدیم حضور شما عزیزان داشته باشیم. ما از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشین، صحبت های عزیزان بشنوین و از این حرکات بسیار خوب لذت ببرین. چریان کلیا جنبی دستان آنگان سلوات بگیم الله فارم از این پیشو جمعی چاپ سر شونه فارم از این پیشو بیننده های عزیز، در کنار محترم استاد میرویس یوسفزی مشاور فنی فدراسیون تکواندو سنتی ITTIF ولایت هرات هستیم. بیشتر صحبت میکنیم درباره رشته تکواندو، کتگوری های سنی، دستاوردها، قهرمانی ها و افتخاراتی که کسب شده و به نام این رشته ثبت شده در حوزه غرب و در کل افغانستان. سلام، خسته نباشین استاد. سلام، سلامتی؟ سعدمندیم، خیلی خوش آمدیم. تشکر، سلامت باشیم. میخواییم بیشتر بدانیم درباره رشته تکواندو سنتی ولایت هرات. زنده باشیم. البته کاملتر خود خود معرفی کنم، استاد میرویس یوسفزی هم مشاور فنی و برگزار کننده مسابقات در ولایت هرات و مربی کلب جوانان افغان. تکواندو سنتی 15 سال میشه که به افغانستان بنیانگذاری شده توسط الحاج گلاجان وفا و استاد نذیر احمد یوسفزی و استاد جلیل احمد یوسفزی. تکواندو سنتی یک ورزش علمیه که به شکل مدرسه‌ای کار میشه، در 5 بخش مبارزه داره و که در 5 بخش میتونم ورزشکارا به مسابقه و اشتراک کنم که یک بخشی و مبارزیه، یک بخشی و فارمه و هم تکنیکه، بخش دیگه و حرکات نمایشیه، بخش بعدی و ضربات جمکیک یا همو فلایکیک که به انگلیسی میگن، و یک بخش و برکینگ شکستاندن اجسام سخت. خود تکواندو 6 کمربند داره، کمربند سفید، زرد، سبز، آبین و سرخ، و بعد از اینکه سیار میگیرن 9 دان داره. 9 دان داره که مدت زمان باید آدم زحمت کشه کار کنه که تا با او افتخار برسه، که خوشبختانه خودم دارنده دان 4 جهانی هم. خیلی عالی، زنده باشین، انشاءالله که موفق باشین. تشکر از معلومات مفید شما. یک سوالی که خلق شد این که در ابتدا نام از این رشته چرا تکواندو سنتی گفته میشه؟ حتما چرا که نه، تکواندو کلی ما اگه خواسته باشیم اسم مخفف یا معنی کنیم، تی کوان به معنای خود ضربات دست و پا. خود تکواندو چسبیده نمیشه به که یک دش بین اینا داده میشه، که خود پدر تکواندو جهان جنرال چوی گفته که دور از خشونت، همون خط فاصله رو بداده که گفته
باید از خشونت کار گرفته نشه و دوی و به معنای را و رویش و هنر تنها باید ما و شما هنر خود را بخاریم معنای خود تکواندو و تکواندو سنتی که میگن چون خواسته های خود پدر تکواندو بود که این ورزش المپیکی بشه خود سنتی یا بمو تردیشنل میشه آی به معنای انترنشنل تی تکواندو تی تردیشنل ابتدا اول ای فدرشن یا مو فدراسیون ثبت شده فدراسیون جهانی ما خود ما 20 سال در تکواندو کار میکنم تحت نظر استاد نذیر احمد یوسف سایی که کاکای بنده هم میشن ما به طول 8 سال قهرمان تیم ملی بودم یعنی عضویت تیم ملی داشتم مسابقات مختلف در سطح آسیا و جهان اشتراک کردم خوشبختانه در سواردهای داشتم که اگر وقت باشه من یاد میکنم مختصرا میشون بیان کنم بله من مسابقات سال 2012 در بخش مبارزه و فارم که بین تمام کشورهای آسیایی بود خوشبختانه بهترین فارم کار و در بخش مبارزه در وزن آزاد مقام قهرمانی گرفتم و همچنان در سال 2015 به کشور جمهوری ایران اشتراک کرده بودیم که مسابقات به تهران بودک خوشبختانه اونجا هم با وزن آزاد قهرمان شدم و همچنان 8 دوره هم که مسابقات ملی اشتراک میکنم انشالله مسابقاتی هم به پیش رو داریم که انقریبه که انتخاب بشه و بازیکن ها برتر انشالله به مسابقات اعزام بشه بسیار عالی انشاءالله که موفق باشین و همچنان به عنوان آخرین سوال درباره اهمیت ورزش و درباره فوایدی که ورزش میتونه برای بدن و جسم انسان برسانه از شما میشنویم حتما چرا که نه کسی که ورزش کنه مسلما از یک آدم عادی درجه یا چند درجه بگم بالاتر خود ورزش ما جناب استاد ما همیشه میگه و وعدت ره رحمت، زه زحمت، شین شجاعت این خود ورزش رو به تمام معنا حمیر میگم وقتی که اگر وحدت به یک خانواده باشه به یک کشور باشه مسلماً او کشور ساخته میشه این که تنها یک کلبه ره رحمت الله به هر خانواده باشه این مطمئن باشیم که شکست دیگه اونیه زه زحمت کشیدن، زحمت کشیدن امروز که اگر ما به هر عرصه نه تنها ورزش اگر زحمت نکشیم مطمئناً هیچ نتیجه نمیبینیم پس باید عرق بریزیم زحمت بکشیم مفید که یک فرد خوبی به جامعه بشیم و شجاعت شینی و که هستش ما بگیم شجاعت باید شجاع باشیم شجاع به این معنا نیه که خدای نکرده مظلوم آزار باشیم شجاع باشیم که حق خور از ظلم بگیریم شجاع باشیم که اگه انسان دینداری باشیم شجاع باشیم که باید دیگرار به کار خوب دعوت بدیم شجاع باشیم که یک ورزشکار خوب باشیم ورزش خودی رو ابتدا گفتم وحدت اگر به هر خانه یک ورزشکار باشه یک چیز خوب نادیده میشه به دیگرا الحمدلله ورزش یک چیز خوبی شده بین خانواده متاسفانه قبلا این رقم نبود ولی حال تعداد کلاپای ورزشی هم زیاد شده و خانواده هم بیشتر اولادا خوری میکنن من توصیه میکنم یک کسی که ورزش کنه از تمام لحاظ آماده تر از کسانی که ورزش نمیکنن چون عقل سلیم در بدن است تشکر دوست. سلامت باشین دوستای عزیز در ادامه برنامه با ما باشین گفتنی ها و صحبت های قهرمانان این رشته ورزشی را همچنان میشنویم هم دو، 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 هم د
دوستای عزیز، در کنار استاد عزیر یوسفزی، یکی از ملی پوشان تکواندو سنتی ITTAF ولایت هرات هستیم. بیشتر صحبت میکنیم درباره دستاوردها و قهرمانی ها. ببینین و انشالله جهت ایجاد انگیزه برای شما جوانای عزیزی که قصد شروع ورزش دارین باشه. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. میخوایم که از ابتدا درباره شروع ورزش تکواندو خیلی مختصر از آغاز از و تا فعلا دستاوردها و سطحی که فعلا قرار دارین برای ما بگین. سلامت باشین. من مدت 14 سال میشه که زیر نظر استاد میرویس یوسفزی رشته تکواندو ITTAF پیش میبرون و در این مدت چندین قهرمانی در داخل ولایت هرات داشتم و چندین دوره هم مسابقات ملی دادم. بسیار عالی. چه خوبی ها دیدین، چه فواید دیدین از ورزش؟ مدت 14 سال وقت تمرین کنین، طبعا که اثرات خیلی خوبی مشاهده میکنه. حتما، چرا که نه. کسی که ورزش کنه طبیعتا طرز فکری و اخلاقی و دیگه بدن از او همه چیز نسبت به کسایی که شکل عادی زندگی میکنن و ورزش نمیکنن فرق داره. اصلا ورزش باعث میشه که زندگی انسان تغییر کنه، از لحاظ فکری، از لحاظ جسمی، از هر لحاظی که فکر کنه. و شما عملا اونا رو مشاهده کردیم؟ مشاهده کردیم 100%. بسیار خوب. آقای یوسفزی عزیز و گرامی، درباره قهرمانی ها اشاره داشتین که چندین مسابقه اشتراک کردین. آیا آمادگی ها برای مسابقات ملی همچنان هست؟ قرار برگزار بشه یا خیر؟ زنده باشین. من به مدت 14 سال که به این رشته بودم چندین دوره مسابقات منتخب ولایت هرات مسابقات دادم و الحمدلله مقام گرفتم و انتخاب شدم به مسابقات ملی. 3 دوره مسابقات ملی رفتم که 1-2 دوره از به ولایت کابل بود به مرکز و 1 دوره هم به ولایت خوس بود که الحمدلله از اونجا هم نتیجه مطلوبه به دست آوردم. در کنار یکی دیگر از قهرمانان و ملی پوشان رشته تکواندو سنتی ITTAF ولایت هرات هستیم. بیشتر معرفی میشیم درباره قهرمانی ها و افتخاراتی که کسب کردن جناب آقای رحمانی. انشالله ببینین و شما هم انگیزه ای بشه به خاطر شروع ورزش. فرق نمی کنه رشته ورزش باشه. سلام، خسته نباشین. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیزتان. عبدالصبور رحمانی هستم، یک تن از اساتید رشته تکواندو ITTAF ولایت هرات. آقای رحمانی عزیز، درباره شروع ورزش تکواندو برای ما بگین، چه مدت میشه در این رشته فعالیت دارین؟ از اواخر سال 1392 بود که شروع فعالیت کردم تا فعل حال تحت نظر استاد میرویس یوسفزی شامل کلاب جوانان افغان ورزش میکنم. دلیلی که از سن کم شروع به ورزش کردیم، دلیل اولا فامیله. بله. از همه جا اول ابتدا فامیله، بعد هم اساتید عزیزمانم که ما تشویق کردم و جز یکی از بومی های منطقه بودیم کلن که با پدر معاینه دست برادری داشتم و بعد ما شروع فعالیت کردیم. در این دوره، در این چند ساله که ما ورزش کردیم، خانه خواه مسابقات زیادی انجام دادیم و قهرمانی های
زیادی بیشماری هم کسب کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی، انشاءالله موفق باشین. یک پیامی که من از صحبت شما گرفتم، تاثیر همنشینان خوب بوده که امروز در این مجموعه ورزشی شما مشاهده میشین. دقیقا همه جا و همه بس ها همنشین تاثیر داره. قسمی که اگه با بد بشینی بد شوی، با خوب بشینی خوب شوی. ما شکر الحمدلله با بحثی با ورزشی های افتادیم و ورزشکار شده. بسیار عالی. اگر قرار باشه در حد یک پیام ورزشی داشته باشین و از فوایدی که خود شما شخصا در طی سالیان سال از ورزش کسب کردین، چی برای دوستای عزیز و جوان ها میگه؟ اگر بخوام در دو کلمه خلاصه کنم، ورزش یعنی سلامتی، سلامتی فکری و ذهنی و جسمی. بخشنده و مهربان. بنده خسرو هستم، یک تن از ورزشکاران کلب مرکزی جوانان افغان زیر نظر استاد میرویس یوسفزی. من به مدت 10 سال میشه ورزش تگواندو ITTF ورزش میکنم و دیگه به مسابقات ملی و دیگه منتخب ایراد شرکت کردم. چه مدت زمان در بر گرفت تا کمربند سیار شما به دست آوردین؟ دیگه به مدت 7 سال 8 سال در بر گرفت که کمربند سیاه درجه سیاه رسیدم. حسنی هستم، از ملی پوشان ورزشکاران کلب جوانان افغان. بسیار عالی. جناب حسنی صاحب، کمربند سیاه نشان دهنده دیگه مو سطح یا هم لول بالای از این رشته، درسته؟ کمربند سیاه شروع ورزشه، شروع تگواندو. کمربند سیاه به نظر من، شما کمربند سیاه که میگیریم باید زحمات خود دو برابر کنیم، چندین برابر کنیم، چون شما شروع تگواندو از کمربند سیاه دارم که باز میتونیم ارتقا بدیم به دان یک یا دان نو که جامونه. پس مراحل قبلی دیگه کلن ابتدایی آمادگی برای آمادگی سیاه و شروع تگواندو. بسیار خوب، پس شروع به نظر شما خود کمربند سیاه. کلیان تگوان کیبک شیچک بیننده های عزیز، شما در صحبت های قبلی و در گفتگوهای قبلی که داشتیم
عزیزان ما که در سطح ملی و در سطح کشور فعالیت داشتن و افتخار کسب کردن صحبت‌های از اونا شنیدین، آغاز اونا هم دقیقاً از همین سنین بوده، از همین مرحله بوده. خانواده‌های عزیز و گرامی که می‌خواین فرزندان شما در آینده افتخار کشور و جامعه و شهر خود باشن، پس این تصویر رو حتما در نظر داشته باشین. سلام، خوبی لالا جان؟ شکر. اول تو خوبه؟ شکر. اسم تو چیه؟ عزیزمه. عزیزمه جان، چند وقت میشه شروع کردی ورزشه؟ 4 سال میشه. 4 سال. کمربند سبز گرفتی؟ بله. کمربند سبز بعد از چی مدت دریافت کردی؟ یعنی چند مسابقه پشت سر گذاشتی؟ 2 مسابقه. بله. 2 مسابقه. بله. بسیار خوب. اسم شما چیه؟ علیرضا. علیرضا جان، شما در چه مرحله قرار دارین؟ زرد. کمربند زرد. چی مدت میشه ورزش میکنه؟ 1 سال. 1 سال. مسابقه هم اشتراک کردین؟ بله. داخل کلب بوده؟ نه، بین کلب با بوده. دو. چند مسابقه اشتراک کردین؟ 2 مسابقه. 2 مسابقه و کمربند زرد رسیدین. خیلی عالی. شما خوبین؟ شکر زنده. سلامتین؟ شکر. اسم شما چیه؟ بنیامین. بنیامین جان، چه مدت میشه ورزش میکنی بنیامین جان؟ 2 سال. 2 سال. نام خدا. خود تو علاقه داشتی بنیامین جان یا نه از طرف فامیل اومدی؟ خود تو علاقه داشتی. بسیار خوب. فامیل که مانع نشدن؟ نه، تشویقم کردن. بله. بسیار عالی. یک برادر کوچکتری از بین همگی عزیزا هست. خوبی لالا جان؟ خوب. اول تو خوبه؟ بله. اسم تو چیه؟ مصطفی. مصطفی جان، چند وقت میشه شروع کردی ورزشه؟ 3 ماه. خیلی عالی. چقدر علاقه داری به ورزش؟ خیلی. خیلی آفرین، موفق باشی. دوستای عزیز همچنان با ما همراه باشین و یک پیام بسیار کوتاهی که برای فامیلای عزیز و محترم دارم، باز هم تکرار میکنم که فرزندان خود را از همین سنین، از سنین نون حالی روان بکنین به ورزش‌های مختلف تا که انشالله هم جسم از اونا سالم باشه، هم افتخاری برای کشور خود باشه. بیننده‌های عزیز، سپاسگزارم از توجه شما در برنامه ورزش و تندرستی. امیدوارم از صحبت‌های ورزشکاران عزیز و از حرکات نمایشی که در این برنامه تقدیم حضور شما شد و به معرفی رشته تکواندو سنتی ITTIF ولایت هرات پرداختیم، قهرمانی‌ها و دستاوردهای قهرمانان این رشته شنیدیم، از حضور شما مرخص میشیم. شب و روز شما خوش. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما باد.